گویی یک نفر بالای منبر برای موعظه میکنه و شاگردی این موعظه بالای منبر مولانا را برای تقریر میکنه، مینویسه. در همون جا هم شما میبینید که گریزهای مولانا، تداعیهای مولانا، گریز از مسیر حرفه‌ای منبر، گریز از مسیر حرفه‌ای منبر به عرصه های خلصه، در فیه مافی هم دیده میشه. یعنی شما خلصه های کتاب فیه مافی را نگاه بکنید، میبینید ساحت های عرفانی در بالای منبر شکل گرفته. این ساحت های عرفانی نشان میدهد که وجدان مولانا در احاطه آداب خود را زندانی نکرده، راه گریز داره و در مقام جستجوگری، در مقام جستار و کاوش، مدام از پی یک برونشو، از پی یک انکشاف و انفتاحیست، فتحی بکنه. معلومه که مولانا از مدرسه اشباع نشده که در گوشهی به وقار بنشیند و تکان نخورد. تمس رو پیدا میکنه، یک دفعه انقلابی عظیم، انقلابی فرازمانی، جهانی، فرا آدابی، فرا مذهبی، فرا شریعتی در وجود مولانا شکل میگیره. بعد از این انقلاب مولانا را نمیتوان مسلمان نامید، نمیتوان یهودی نامید، نمیتوان بیدین نامید، نمیتوان با دین نامید، او را میتوان عارف نامید. اصلا شأن عرفانی یعنی این ساحتی که عبور از اینهاست، از همه اینها عبور کرده، نه در قید امر و نهی های دینی است، نه در قید آداب مدرسه است، نه در قید وقار و شخصیت و آبروست و ناموس است. ناموس همون ناموس، همون دین مداری های بسته است که مولانا میگه عشق ناموس شکنی میکنه. شاد باشه عشق و خوش سودای ما. عشق رو شادباش میگوید، چرا؟ این عشق دوای نخوت ناموس ماست. ای تو افلاطون و جالینوس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. عشق رو دوای نخوت و ناموس بیان میکنه. ناموس یعنی قیدهایی که نوع زندگی، حالا زندگی دینیه، زندگی اقلیمی، آداب لوکالیته است، منطقه‌ایه، هر قیدی که ما را بسته کرده، منجمد کرده، نمیگذاره ما نقش هارمونیک خودمون رو ارائه بدیم. انسان نقش هارمونیک داره، نقش دل بخواهی داره، یعنی هر چیزی که جلو دل بخواهی های ما را میبنده، وقتی جلو دل بخواهی های ما سد بشه، دل بخواهی های ما از طرق خاصی خودشون رو تأمین میکنن و اون طرقی که این دل بخواهی ها خودشون رو اشباع میکنن، املا میکنن، اون طرق طرق ظالمانه میشه، اون طرق ریاکارانه میشه، سالوسی میشه، دسیسه میشه، که عرفان سخت با دسیسه کاری مخالفه، سخت با سالوسی عرفان نزاع داره. انسان از نظر عارف موجودیست گستاخ، جسور. هیچ قاعده‌ای نباید جسارت و گستاخی او را مقید کنه. وقتی انسان گستاخی و جسارتش آسیب دید، این انسان می شود غیر خودش، یعنی از خودش یه شخصیت غیری، یک غیریتی در ذات خودش می سازه، جای خودش می شینه. اون غیری که جای انسان می نشیند، اون موجود موجود فاسدی است، دیوه، که مولانا میگه چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. هرچه او گوید پری گفته بود. یک کسی میاد جای ما میشینه، میشه ما، یعنی شخصیت اجتماعی ما، شخصیتی که دیگران بر اون شخصیت نمره میدن، شخصیت واکنشی ما، یعنی چشم دیگران، خشم دیگران، رشک دیگران، این شخصیت رو در ما میسازه. ما خودمون دلمون نمیخواد اینجوری باشیم. اگر مردم به ما اینجور نگاه نمیکردن، اینطور نمیشدیم. اگر مردم اینچنین داوری نمیکردن، این شخصیت رو برای خودمون نمیساختیم. این شخصیت مطلوب حقیقی ما نیست. چون نگاه مردم اینطوریه،
ما موافق نگاه مردم یا مقابل نگاه مردم. یه شخصیت اینطوری باید بسازیم. یا به عنوان پاسخ به داوری های مردم. مردم همینطوری که از کنار ما رد نمیشن، داوری میکنن. داوری های مردم از ما شخصیت میسازه. بدون اینکه ما خودمون بخوایم اونطور بشیم، برای پاسخ به داوری دیگران اینطور میشیم. در داستان طوطی بازرگان مولانا میگه که چشم ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. ما در زیر چشم، زیر خشم، زیر رشک یعنی تعرض ها مچاله میشیم. در سر ما مثل این که آب از مشک رو سر کسی بریزن یه شکلی بگیره، به خاطر اینکه آب رو سرش میریزن، در سر ما هم پارچی از رشک و خشم و چشم میریزن. و شکل ما اونگونه که باید باشه نیست، مقابل اونه، مشمعزه، در خود فرو رفته است، موضعیه، مقاومتیه، پاسخ به تعرضه. این شخصیت، شخصیت عرفانی نیست. شخصیت عرفانی جست مقابله با تعرض نگرفته. شخصیت مسلمانه. مسلمان یعنی با هر پدیده‌ای که وجود دارد یک روح سازش با شأن سازشکاری و سازگاری اون پدیده داره. یعنی همه جهان با ما یک روح سازگاری دارن. ما اگر بتونیم با اون روح سازگار عالم رابطه وجدانی پیدا بکنیم، همه جهان با ما در صلح هست. ما یک صلح عمومی پیدا میکنیم. در این صلح جهانی که با تمام پدیده ها ما میتونیم پیدا بکنیم، شخصیت زیبا، شخصیت نگارین، شخصیت وجدانی و جبلی ما، بدون این که مجبور بشه یه شکل دیگه بشه، بدون این که در قالبی قهرن به یک شاکله نامطلوبی در بیاد، شأن خودش نشان میده. اون وقت انسان میشود اشرف مخلوقات و مسجود ملائک. انسانی که ملک بر او سجده میکند، انسانی است که شکلش شکل قالب گرفته در قالب‌های داوری و چشم‌ها و خشم‌ها و رشک‌ها نیست. آزاد شکلش نمو کرده، رشد کرده، یعنی فضای انسانی رو اشباع کرده، در عرصه انسانی استنشاق کرده، در ساحتی که برای انسان اون ساحت مناسب هست این نشو و نما کرده. این انسان در ساحت متناسب با نشو و نمای انسانی وقتی رشد می کند، موجودی می شود زیبا، دلنگیز، جذاب، که ملک به عشق و مهر بر او سجده می کند. این موجودی که ملائک با اون منزلت متعالی و بلند بر او سجده می کنند، چطور می شی که مورد خصم ما و مورد دشمنی ما قرار می گیره؟ معلومه که شکل حقیقی خودش رو نداره، شکلیک در آورده. یعنی در مقابل داوری های پیرامونی و تعرض های پیرامونی، قیافش قیافه کاریکاتوری شده، یا خنددار شده، یا خشمگین شده، یا یک شاکله نامطلوب به خود گرفت. حداقل لباس های خودمون رو ببینیم، اگر مردم چشم نداشتن، ما این نوع انواع رنگ ها رو در لباس هامون انتخاب میکردیم، انواع شکل ها رو در لباس هامون پیدا میکردیم. در همین لباس ما نگاه بکنیم، میبینیم که خیلی ما به خرج میفتیم برای اینکه مردم چشم دارن، برای اینکه مردم میبینن. چشم خود به خود داوری میکنه، یعنی نگاه مردم مشهون است از داوری ها. باید به این جواب بدیم. یعنی با لباس هامون ما حرف میزنیم، میگیم که فکر نکنید که من لباس دیروزی رو پوشیدم، این یه چیز دیگه. فکر نکنید که من ندارم بپوشم، من دارا هستم. فکر نکنید که لباسم لباس شخصیت نیست، این لباس لباس تشخص و تعنون است. با لباسمون حرف میزنیم. چه بسا شما افرادی رو به خونتون به عنوان مهمان دعوت میکنید، سفره ای که باز میکنید، با باز کردن یک سفره از اونها ضمن اینکه پذیرایی میکنید، با غذاهاتون با او حرف میزنید، بهش میفهمانید که شما کی هستید، او کیست، جایگاه او کجاست، جایگاه شما کجاست. گاهی کسی که ما بر سر خان خودمون دعوت میکنیم، با انواع تدبیرهایی که تو خونمون به کار گرفتیم تا زوارد را به داوری میکشیم،
یا در مقابل داوری های پیشین اون با این تدبیری که در فضا به وجود آورده ایم پاسخ میدیم به داوریش، یعنی حرف میزنیم. گاهی سکوت ما مشهون است از تعرضها و پاسخ به تعرضها. عرفان میخواد ما را از این قیدها و از این تدبیرها نجات بده، به ما بگه که شما تا چندی که در این روابط تدبیری به سر میبرید، تدبیر و آزادی با هم نمیسازن. تدبیر و آزادی با هم نمیسازن. به میزان ادبار از اقبال جا میمونید، یعنی به میزان تدبیر از گشایش و انفتاح و انبساط محروم خواهید شد. راهی پیدا بکنید که روان حرکت کنید، روانتون روان باشه، روانتون بسته به تدبیر نباشه، که مولوی گفت به روان همه مردان که روان است روانم. وقتی که به جایگاه بلند عرفانی رفعت پیدا کرد، قسمی که مولانا یاد میکنه میگه به روان همه مردان که روان است روانم. روان من انجماد مدبرانه به خود نگرفته. بسیاری از روانها مثل آبی که در زمستان در یک جوی حرکت میکنه، در کنارش میبینید این طرف اون طرف یخ میبنده، منجمد میشه، از وسطش یک آب باریک میره. میگه روح من اون آب روان است، اون یخهای پیرامونه، این جوی نیست. آبی میان جو روان، آبی کنارش بسته یخ. اون آبی که در کنار این جوی یخ بسته، روحهای مدبرند، یعنی تمام وجودشون تدبیره، حتی آخرتشون هم تدبیر میکنن، جایگاه بعد از مرگشون هم تدبیر میکنن. تدبیرشون اینها را از یک آینده بی نهایت و از یک عرصه بی پایان محروم میکنه. ما نه آینده بازی داریم نه گذشته باز. هم آیندهمون بسته است، حالا با دیوارهای بهشتی بسته شده، بهترین آرمانهای ما با این صدا مواجهه، یعنی آرمانهای آینده شما محکوم داوری است. هر جا داوری انسان متوجه اونجا بشود بسته شده، هر جا داوری انسان شامل اونجا بشود اونجا مسدود شده. بهشت یک عرصه مسدوده، بهشت شریعت. اما بهشت عارف این نیست، بهشت عارف همون این بساط است که حافظ بگی من که امروزم بهشت نرد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ تو میخوای کار خوب بکنی و فلان امور را رعایت بکنی و فلان قیدها رو پایبند باشی، بری به جایی که نامش بهشت است، خلد است، ارم است، باغ است، هر نامی جنت است. من الان تو بهشتی هستم که چیزی از اینجا بیشتر نمیخوام. همینجا که هستم این برای من نهایت کامیابی است. من این شعر یزید معاویه را نمیدونم چقدر صحت داره، یعنی چقدر صادقانه گفته، منظورم اینه. اگر این شعر یزید ابن معاویه صادقانه باشه، شعر عارفان است که گفت که مضمون شعرش اینه، میگه که شما میخواید برید شراب بهشتی بنوشید و حوران بهشتی بر شما برقصند، این کفهایی که این حبابهایی که روی شراب میرقصند برای من حوران بهشتی هست، این حبابهایی که روی شراب میرقصند اینا همون رقص حوران بهشتی برای من هست. این شعر شاید در نهایت مستی یک انسان ستم پیشه شکل گرفته، کاری با واقعیت تاریخیش نداریم. هیچ وقت شما در قلمرو عرفان رابطه تاریخی نداری، تاریخش تونم تبدیل میشه به داستان. در عرفان تاریخ نقش تاریخی خودش رو میبازه، تبدیل میشه به قصه که فراشد پذیر میشه، یعنی شأن امروزین شما را در خود میپذیره. تاریخ حق پذیرایی شما را نداره، چون شما در اون تاریخ نبودید. اما وقت قیدهای تاریخی، بنهای اقلیمی، زمانی، مکانی، بسیاری از چیزاش بریده شد، این داستان میشه و شما میتونید درش حضور پیدا کنید، که در مثنوی میبینید که مولانا وارد تاریخ میشه، چون تاریخ دیگه ریشه بریده است، تبدیل شده به داستان، قصه موسی و شبان. فکر میکنید که این موسی با اون شبان حرف میزنه؟